چند تا سوال رسیده، سوالات بعضشم غریبه. اولیش رو میخوانم. گفتن که راجع به وجود بهشت و جهنم توضیح بدهید، یعنی که بهشت و جهنم وجود داره. ما همه ان شاء الله بهشتی هستیم، برای ما جهنم وجود نداره. حالا جهنمی ها خودش رو میدونن، خدای خودش. عرض به حضورتون که اما بریم سراغ سوالات جدیتر. یه نکته رو در باب فرمایش آقای دکتر احمد صدری عرض کنم، راجع به مرز میان ذاتی ها و عرضی ها. همطور که ایشون اشاره کردن، خب مقاله است که من سالها پیش نوشتم و گمان میکنم که در کار اصلاح و فکر دینی مقاله کارسازی باشه و من هم به دلیل مواجه شدن با سوالات زیادی فکر کردم که اون تفکیک، اون دایکوتومی مفید است. من در اونجا یه معیار دادم برای عرضی، یعنی حالا میتوانید در اون معیار مناقشه کنید، اما من به دست دادم و معیاری که دادم این استش که چیزی که میتوانست به گونه دیگری باشد، این معیار عرضیات است در دین. اما ذاتیات آنها هستند که نمیتوانستند به گونه دیگری باشند. من 8 نوع مثال در اون مقاله خودم آوردم و در مورد هر کدومم توضیحاتی دادم. از زبان اسلام شروع کردم، گفتم که زبان عربی جزء عرضیات است، برای اینکه میتوانست زبان اسلام عربی نباشه و پیامبر اگر در محیط دیگری ظهور میکردن، لاجرم زبانشون زبان اون محیط بود. اگر در یونان بودن، اگر در آلمان بودن، اگر در ایران بودن، بالاخره زبان فلزا زبان عربی جزء ذاتیات اسلام نیست، قداستی هم نداره، از آسمان هم نیامده، هیچ کدومه. این یکی از عرضیاته. بعد فقه اسلامی رو گفتن جزء عرضیاته و این از نکته های مهمیست که در اون مقاله آمده است و عرض میکنم میتونید مناقشه کنید، ولی تمام فقه مگر مقاصدش همه از عرضیات هم لذا میتوانستن به گونه دیگری باشن. چرا؟ برای اینکه پیامبر اسلام 90-95% از احکامی که میان اعراب جاری بود امضا کردن و گفتن این احکام اسلامی هم هست. حالا اگر ایشون در جای دیگری ظهور کرده بودن که احکام عرفی دیگری جاری بود، لابد اونها رو امضا میکردن. بنابراین کاملا بستگی دارد به اینکه در چه محیطی پیامبر آمده باشد. پس فقه عرضیات است، هیچ قداستی نداره. اینکه میگیم قداستی نداره معنیش نیست که باید دور بریزیم، معنی که ماهیتش رو بشناسیم و اینکه میتوانست به گونه دیگری باشد. و اگر امروز ما اجتهادات تازه‌ای بکنیم، معنیش این نیستش که با پیامبر مخالفت کردیم یا خدا نکرده قدر فقه رو ندانستیم. انواع حکایاتی که در قرآن اومده، جنگ ها که قرآن، بیشتر قرآن عرضیات است، برای اینکه تمام این شرح جنگ های پیامبر میتوانست این جنگ ها رخ نداده باشه، لذا در قرآن هم خب نمی اومد. میتوانست کسی به عایشه تهمت نزده باشه و سوره نور هم نازل نمی شد، برای اینکه سوره نور آیات ابتداییش در جواب تهمت بدی بود که به عایشه همسر پیامبر زده بودن. میتوانست ابو لهب با پیامبر مخالفت نکرده باشه، لذا سوره تبت ادا ابو لهب نمیومد. یعنی این دایره عرضیات بسیار وسیع است، بسیار وسیع است. یعنی اینجوری من به شما میگم، دین، هر دینی من جمله اسلام، یک مغز کوچک داره که من اسمش میذارم دین حد اقلی و عرضیات فربه، مثل یه پوست خیلی کلفت که دور این مغز رو گرفته. و من در اون مقاله آورده بودم که ایمان به ذاتیات است، نه به عرضیات. ایمان دینی یعنی ایمان به ذاتیات، چون عرضیات متغیرن، روندن، جدا شوندن، تغییر پذیرن، بنابراین ایمان به اونها ما نداریم. اما عرضیات همیشه هستن، ما مغز بی پوست نداریم. اگر این عرض رو برداشتید، عرض دیگری به جای اون نشینه، مغز لخت و اوریان و بی پوست نداریم، اما مغز هم با پوست فرق داره. این هم باید یادمون باشه. قشر، اولا قشر است، مغز نیست. ثانیا محافظ مغز است، یعنی این خصوصیات رو داره، به همین دلیل کمبها و کمقدر نیست. اما جاش رو باید دید که کجاست و چگونه تغییر میکنه با اون
توضیحاتی که من دادم. لذا هیچ وقت نباید فکر کنیم تو قرآن عرضیات نیست یا در روایات ما نیست. تمام اون چیزی که تاریخی است عرضیات است. ببینید ما اینجا بحث شیعه و سنی میکنیم. اینا میتونست رخ نده در تاریخ ما، یه جوری دیگه رخ بده. همطور که الان ایشان گفتن، خب الان دعوای شیعه و سنی فرض کنیم سر قدیر و سر فدک میشد، سر ایران نباشه، دعوا سر چیزای دیگه باشه. لذا سر این دعوا هم خیلی من معطل شد. ببینید این عرضیات ما رو از ذاتیات باز داشته، توجه میکنید، و پشت در اینها اینقدر ایستادیم که اصلا راهمون نمیدن، یعنی راه پیدا نمیکنیم به مغز. جای هر کدوم اینا رو باید بشناسیم. به گمان من تفکیک ذاتیات از عرضیات بسیار مهمه و در هر دوره ما محتاج این تفکیک هستیم و هر دوره عرضیات خودش رو داره و باید اونها رو بشناسه و جایگزین عرضیات پیشین کنه بی هیچ ترسی، برای اینکه از اول اینا عرضی بودن، ذاتی نبودن که ما اگر عوضشون کنیم بگیم ای داد مثلا ذات دین عوض شد. نه، قطعا یکی از ذاتیات دین عبودیت خداوند است و این رو من نوشتم. ما بنده ایم و خدا خداست، این عوض نمیشه. ما هیچ وقت خدا نمیشیم و خدا هم نقش محوری خودش رو در دیانت از دست نمیده و از همه مهمتر نبوت است، ذاتی دین است. در واقع فرق میان مسلمان و غیر مسلمان اعتقادش به پیامبر اسلام است یا عدم اعتقادش. اصل مطلب اینه. خب من به لحاظ تخصصی هم در علوم طبیعی تجربی قدمی زدم و بعد از اون هم که در تاریخ و فلسفه علم، این تاریخ علم و فلسفه علم به من یک روزنه ای داد که از روزن تاریخ و فلسفه در دین نظر کنم و این چنین بود که قبض و بسط پدید آمد، یعنی یک نوع دیدگاه فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی علمی در زمینه معرفت دینی. من به یاد دارم که آقای شبستری میمدن دفتر ما، هنوز قبض و بسط هم منتشر نشده بود و این مباحث رو با هم در میون میذاشتیم. به من میگفت فلانی اگه این چیزا منتشر بشه، اتفاقا آقای علی عبدالرازق رو مثال میزد، میگفت میدونی علی عبدالرازق این حرفا رو زد یا نصف این حرفا رو، دفترش رو آتش زدن، از جامعه الازهر بیرونش کردن، خانه نشینش کردن. من بهشون میگفتم که راهی رو باید گشود و دیگران درس میگیرن، نه فقط از محتوای اینها بلکه از دلیری که در این امور پدید میاد که بیان جلو و حرفشون رو بزنن. و خوشبختانه گرچه که زحمت برای خیلی آفرید، اما به نظر من نیک سرانجام بود. باری خب این راه رو ما دنبال کردیم و الانم پروژه من اینه. ابتدایی که قبض و بسط به حال آغاز شد، در ابتدای امر یک پروژه معطوف به فقه بود، ولی خیلی زود من هم در اونجا نوشتم و بعداً در نوشتهای دیگر هم آوردم که کار فقه به سامان نمی شود مگر اینکه علومی که بر سر فقه فرمان می رانند کارشون به سامان شود. یعنی گفتم فقه یک علم مصرف کننده است، از جاهای دیگه دستور میگیره، از کلام دستور میگیره، از فلسفه و از حتی اخلاق. لذا رفتم سراغ علوم بالاتر که همین طرح الهیات جدید یا کلام جدید شد، که در کلام جدید هم به نبوت شناسی و هم به وحی شناسی هم به خداشناسی پرداختم که همچنان هم در کارم. تمام اینها یک پروژه است. یعنی وقتی که شما به هر جای دین دست میزنید برای اینکه تحولی ایجاد کنید و اصلاحی پدید بیارید، خواهید دید که به ضروره و یعنی منطقاً به همه جاش باید دست بزنید. اینطور نیست که فقه رو فقط فقیهان اصلاح کنن. اگر قرار باشه که فقه اصلاح بشود، عالمان و علوم دیگر هم باید در میان بیان و این ضرورت رو به نحو منطقی من نشون دادم. بخش بزرگی از قبض و بسط بیان ارتباط و علوم با یکدیگر است، نه فقط علوم دینی بلکه علوم به طور کلی. اونجا من آوردم که یک اقتصاد پیشرفته بدون یک ریاضیات پیشرفته ممکن نیست، یک فیزیک پیشرفته بدون یک ریاضیات پیشرفته ممکن نیست، و این علوم همینطوری در جهان به طور متوازن بالا اومدن و دست در دست هم و به کمک هم رشد نسبتاً متوازنی پیدا کردن. یا مثلا همین تاریخ که آقای دکتر انصاری از او ذکر میکنن،
خب دانش تاریخ میون ما مسلمان ها گرچه کتاب های تاریخی زیاد نوشته شد، اما تحلیل تاریخی و تحلیل اجتماعی تاریخ خیلی متوقف بود. چرا؟ به جز یک دو نفر مثل ابن خلدون. چرا؟ به خاطر اینکه علم تاریخ علمی است که از جامعه شناسی و از فلسفه و از روانشناسی تغذیه میکنه. اگه اون علوم دیگه رشد نکنن، تاریخ لاغر باقی میمونه. شما به منزله یک مورخ عینکای دیگه هم باید داشته باشید. و در واقع کاری که ابن خلدون در تاریخ ما کرد این بود که یک علم ساخت به نام علم عمران و این رو هدیه کرد به مورخان. گفت برای اینکه خوب تاریخ رو بفهمید از علم عمران باید برخوردار باشید و از طریق این و به مطالعه جوامع بشری و تاریخ بپردازید و هاکذا و هاکذا. اینا همه پیش چشم من بود و لذا این توازن رو کوشیدم که در مجموعه دانش‌های دینی پدید بیارم و توضیح بدم. اما رفته رفته مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی یک چیز دیگری هم اضافه شد که اونم در پروژه من گنجید و همچنان هست و او هویت اسلامی بود. من تا مدت‌ها رو معرفت اسلامی کار می‌کردم و کار خودم هم معرفت شناسی می‌نامیدم، اما به تدریج چنان که قبلا هم عرض کردم من متوجه شدم که مسلمانان در این جهان دو رکن دارند، دو بخش دارند، حیاتشون بر دو ستون استوار است، یکی معرفت دینشون که اعتقاداتشون باشه با همه مزلماتش، یکی هم هویتشون که این هویت رو اتفاقا فقه نگه می‌داره، مناسک نگه می‌داره، همون باورها نگه می‌دارن و بسی جای دیگه. این هم باید مورد توجه قرار بگیره. و از همه بالاتر من به این نتیجه رسیدم که مسلحینی که در تاریخ ما ظهور کردن پاره اهتمامشون به اسلام بوده، پاره اهتمامشون به مسلمین بوده. سید جمال اسدآبادی مسلمین رو می‌خواست بر بکشه و هویت تازه‌ای و نیرومندی به اونها ببخشه. محمد عبده درست به خود اسلام توجه داشت. ما امروز به توازن بین اسلام هویت و اسلام معرفت نیازمندیم. ولذا من در پروژه خودم این قصه رو دنبال میکنم. از اون وقت در اینی که به کار فقه میپرداختم به چند نکته خصوصا متوجه شدم. یکیش که شاید اهم اونها باشه که در تاریخ ما متاسفانه یک تجزیه‌ای و شکاف ناخوشایندی بین فقه و اخلاقمون افتاده است. یعنی فقیهان ما کاری به مسائل اخلاقی ندارن. حتی پاره‌شون مثل اخباریون و اشعری صفت‌ها میگن این عدالت خودش مندرج در احکام الهی است و لازم نیست که ما مستقلاً به اون نظر کنیم و احکام الهی رو با او بسنجیم و قیاس کنیم. این به ما زیان زیادی زده است، خیلی زیاد، به طوری که فقه موجود تا حدود زیادی یک فقه غیر اخلاقی است. بسیار از این مسائل شما می‌بینید همین امروز و دیروز مورد بحث بود. دغدغه غیر، میگیم زن اینطوری، شهادت زن اونطوری، عرض میشه طلاق اینطوری، ازدواج اونطوری، حدود اینطوری، رفتار نسبت به غیر مسلمان اینطوری، همه اینا معناش اینه که این احکام غیر اخلاقی هست، چیز دیگری نیست. لذا فقه ما از اخلاق دور افتاده. همون اخلاقی که پیغمبر فرمودن باعث و لعتم و مکارم الاخلاق. احکام فقیهان ما بر مبنای یکی دو تا خبر واحد صادر میکنن که این احکام آشکارا غیر اخلاقی هن، اما اینا مستندشون این استش که یه روایت داریم، دو تا روایت داریم. دیگه من سخنم به درازا کشید که از فقیهان شورای نگهبان آقای مؤمن نامش رو ببرمشون صریحا نوشته است که کسی که منحرف است و مردم دورش جمع شدن و این بیم آن می رود که این انحرافش رو در جامعه پخش کنه، شما حق دارید هر تهمتی رو بهش بزنید، از تهمت جاسوسی و تهمت ناموسی. و این رو نه فقط ایشون تو کتابشون نوشتن، به مریداشون هم یاد دادن و این کارو میکنن. شما فکر میکنید روزنامه کیهان چه کار میکنه؟ خدا حفظ کنه و شفا بده آقای حجاریان دوست بسیار عزیز ما، ایشون یه بار همش مختصرا در پرده گفت، گفت شما قبول نکنید، فکر نکنید اینایی که میرن آدم میکشن خود سره، اینا حجت دارن. همینو گفت و تموم شد. اهلش میفهمیدن این حرف یعنی چی، یعنی میرن کسب حجت میکنن از فقیهان خودشون و اونا به اینا ولایت میدن، اجازه میدن، رخصت میدن، حجت میبخشن، حتی بهشون وعده بهش میدن. این فقه غیر اخلاقی که در حقیقت غیر اخلاقی شد چون آلت دست قدرت و سیاست مداران قراره، بسیار احتیاج به پالایش داره.
من تو پالایش که میگیم نه اینی که بریزیم دود، یعنی اخلاق رو بیاریم، پالایش سیستماتیک و متدیک این رو کنارش بذاریم. حالا این قصه خیلی زیاده، درازه، ولی میخواستم عرض کنم که حالا این پروژه هست، بخشش درد دله، بخشش هم درد سر ایجاد میکنه برای ما، ولی به قول اون شاعر شمعی درد دل خیش به بلبل گفتم، اون تنک حوصله رسوای گلستانم کرد، سرگذشت غم هجران تو گفتم باشم، اونقدر سوخت که از گفته پشیمان کرد. بسیار ممنون.